آنچه بگویم نقاط دیدنی شهر پاریس را ندیدم و در تمام ایام توقفم هر شب ساعت 9 در خانه بودم و از ساعت 5 صبح تا وقت خواب یا در مدرسه و یا در خانه تحصیل می نمودم، سخنی به گزاف نگفتم. بینندگان گرامی، سلام بر شما. آنچه شنیدید کلام پیشوای فقید مردم ایران دکتر محمد مصدق از دوران تحصیلش در خارج بود، کسی که سودایی جز سعادت مردم ایران در سر نداشت و از عنفوان جوانی خود را وقف چنین هدف بالا بلندی کرد. پرداختن به جزئیات زندگی این قهرمان مبارزات ضد استعماری مردم ایران در این فرصت کوتاه امکان پذیر نیست، اما در دقایقی که همراه با شما هستیم به برگ‌هایی از حیات و مبارزات پربار دکتر مصدق نگاهی بیندازیم و یاد او را که تجسم عشق به ایران بود در سالگرد درگذشتش گرامی می‌داریم. به دنبال ملی کردن صنعت نفت توسط دکتر مصدق، دولت بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. روز 16 مهر 1330 دکتر مصدق به همراه هیئتی عازم آمریکا شد تا در اجلاس شورای امنیت از حق ملت ایران دفاع کند. دکتر مصدق در دفاعیات خود در شورای امنیت از جمله گفت: نماینده انگلستان گفته است که صنعت نفت ایران در نتیجه کوشش و زحمات افراد انگلیسی به وجود آمده و حال آنکه این صنعت با رنج و عرق جبین کارگران ایران نوز گرفته است. دفاعیات جانانه دکتر مصدق در شورای امنیت سازمان ملل از حقوق مردم